در تکاپوی رسیدن به هدف. از دل آسمان در تلاش فتح دل رای دهندگان. از آن بالا اوراق تبلیغاتی یک نامزد را روی خانه های مردم می ریزد. شیوه جدید در کارزارهای انتخاباتی افغانستان. چندین نامزد انتخاباتی با استفاده از این وسیله و آسمان کابل سعی کردن برای خود تبلیغات بکنن. در این کارزار انتخاباتی همه نامزدان سعی کردن از همه وسایل ممکن استفاده بکنن تا آرای بیشتری جلب بکنن و به کرسی پارلمان تکیه بزنند. مادرم را حمایت کنید. اینجا هم در دل یکی از خیابان‌های کابل دختری برای مادرش تبلیغ می‌کند. هنر و عاطفه کنار هم برای مادری که وارد عرصه سیاست شده. فکر کردم که مثلا من میتونم از طریق هنر خودم بعد مادرم حمایت کنم، چون پولی ندارم که برش خرج کنم، مثلا برم برش کمپاین کنم و بنر چاپ کنم و چیزا. بعد ما فکر کردم، گفتم تنها کاری که میتونم برش انجام بتونم این بود که یک کمپاین نقاشی برگزار کنم. پیش خدمت کافه‌ای در کابل. اشتباه نگیرید، این روش دیگری است برای جلب آرا. نامزدی که به علاوه غذا برنامه‌هایش را هم به خورد مردم می‌دهد. نامزدان تا اینجا تلاش‌های خود را کردند، اما آیا این همه تقلا توانسته به دل مردم چنگ بزند؟ بلبوردای بسیار کلانی بزنی و یا بخوای خود در هر جایی، در هر رستورانتی، در هر هتلی بخوای جای بزرگی را برگزار کنی، مردم زیادی را جمع کنی، اینا فکر کنم تاثیر خاصی نداشته باشه. شعارهای کمپاین بالای جامعه به شدت تاثیر دارن و باید هم کمپاین شون. کارزارهای هزینه بردار انتخابات پارلمانی. هر نامزد به تناسب کوچکترین تا بزرگترین ولایت میتواند از 10,000 تا 34,000 دلار مصرف کند. خلاف قانون بیشتر مصارف میکنند و چیزی که قانون پیش بینی کرده از او عبور میکنند، طبعا مطابق قانون مجازات خواهد شد و این مجازات از توصیه و اخطار و جریمه نقدی شروع و اگر در صورتی که کتمان کنند و حقایق و از منابع مالی خود برای ما راست نگویند، طبعا تا حذف کاندید هم مجازات خواهند شد. در شبکه‌های مجازی هم شیوه‌های تازه‌ای برای جلب رأی استفاده شده. کارزار هم خرما هم ثواب برای تبلیغ نامزدان. نامزدها پول می‌دهند و کاربران آنها را در صفحاتشان معرفی می‌کنند. اما این پول برای کودکان نیازمند مصرف می‌شود. نسرین نوا، بی بی سی، کابل.